یکی از مباحث مهم در شرط گذاری ها شرط های تو در تو هست برای مثال میگم در همون جدول اوردرز ما بذارید تا من وارد محیط اسکیل بشم اشخاصی هستند دانشجوانی هستند که درخواست کتاب داشتن حالا ممکنه که به ما درخواست داده بشه که لیست اشخاصی که درخواست کتاب داشتند رو به مدیریت اعلام بکنیم چطوری میتونیم این کارو بکنیم؟ یکی از راهها یکی از راههایی که وجود داره اینه که ما از همون عملگر این استفاده بکنیم. Where ID in حالا میخوایم شرط تو در تو ایجاد کنیم. Select student ID یعنی به این وسیله ما کاری که انجام میدیم رو میبریم توی جدول بعدی ببینید خب حالا ببینید student ID ها از جدول orders بیرون میان بعد تازه آیدی دانشجویی که در جدول استیودنت داره چک میشه اگه توی این لیست هست اطلاعات شخص رو به ما میده خب با هم ببینیم دقیقا این اتفاق افتاد شخصی با شماره 15 که در جدول استیودنت من وجود داره کد اون شخص در جدول اوردرز هم هست به عنوان استیودنت آیدی کلید خارجی شده حالا توی سرچ من قرار میگیره و پیدا میشه این یک مثال خیلی ساده از استفاده از ساب کوئری هاست به این کوئری که داخل اینجا نوشته شده ساب کوئری گفته میشه ساب کوئری ها خودش میتونه برای خودش ور داشته باشه و خودش یک کوئری کامل هست مثلا ما وری که میذاریم رو روی همین بوک آیدی میذاریم ور بوک آیدی برابر سه یعنی به این صورت اعلام کردیم که اشخاصی رو بده که فلان کتاب رو درخواست کردن باز هم ببینید که همون رکورد رو به من خواهد داد اگه اینو من عوض بکنم الان مثلا 15 بکنم دیگه کار نمیکن دیگه جواب نمید چرا که کسی رو نداریم که کتاب 15 رو درخواست کرده باشه کتابی که کدش 15 هست رو و در این حال در این جدول هم باشه همچین کسی نداریم چرا که اصلا همچین کوئری جوابش نال هست برای همین ساب کوئری وقتی که شرطش نقض شد دیگه اصلا این شرط هم عمل نخواهد کرد. خب با ساب کوئری ها هم آشنا شدین و پس پیچیده ای نیست یک کوئری در اینجا می و از این یا حالا عملگرهای دیگه استفاده می کنید خیلی ساده هست حالا فرض کنید که شما در بعد از جستجو میخواید یک مرتبسازی هم داشته باشید خب از اوردر بای استفاده میکنیم خیلی ساده به وسیطه اوردر بای حالا شرط مرتبسازی خودمون رو میذاریم یعنی اعلام میکنیم که مرتب روی کدوم فیلد انجام بشه مثلا فیلد ID رو میخوایم بر اساس فیلد ID از جدول استیودنت مرتبسازی انجام بشه اجازه بدید شرط رو هم من از اینجا بردارم تا کوئریم به جواب برسه به این صورت حتی میتونم ساب کوئری خودم رو اصلا بردارم همونطور که میبینید الان همه رکورد ها رو داد مرتب هم کرد حالا اجازه بدید بر اساس او مرتب کنید باز هم همون روند تکرار شد حالا ببینید با عبارت دسک من اونو برعکس کردم حالا از بزرگ به کوچیک مرتب شد شما به وسیله اوردر بای میتونید مرتب سازی رو بر اساس یک کوئری انجام بدید یعنی اونطوری که خودتون میخواین مرتبش بکنید حتی میتونید سعودی و نزولیش هم بکنید همونطوری که مشاهده کردید اگر دسک رو ذکر نکنید خب به همون روند قبلی مرتب شده به ترتیب ولی اگر که دسک رو ذکر بکنید دقیقا معکوس میشه خب دقت کنید بعضی وقتها ما قصد داریم که ببینیم آیا یک کوئری ما اصلا رکوردی داره یا نه یعنی میخوایم ببینیم اگه این کوئری رو زدیم نتیجه در بر داره برای این کار از exists استفاده میکنیم یک دستور خیلی مفید ببینید کافیه که من مثلا یک if در اینجا قرار بدم if exists select استار from student where id برابر با مثلا 100 حالا begin end درخواست میکنم اگه وجود داشت و حالا else هم میگذارم حالا دقت کنیم خب ببینید نات اوکی okay چاپ شد چرا؟ بریم تو جدول استیودت مشخص میشه کسی رو داریم که آیدی صد باشه؟ نه در نتیجه پیغام مناسب خودش رو چاپ کرد حالا اگه 15 رو امتحان بکنیم میبینید که اوکی چاپ شد پس دقت کنید با عملگر اگزیستز شما میتونید خیلی راحت یک سری از اعمال رو دیگه انجام ندید مثلا شما میخواید ببینید که اگر که رکوردی در مثلا جدول استیودنت با این وضعیت نیست اصلا کار رو ادامه ندید دیگه در پروسجری که دارید می نویسید دوست دارید اصلا دیگه کار ادامهش انجام نشه چون مثلا ممکنه که ادامه یه کار عمل اینسرت باشه خب اگر یه عمل اینسرت باشه میاد توی یه جدول شما بی دلیل یه رکورد میگذاره و همه چیزو میریزه به هم شما اینجا میتونید چکش بکنید اگر که مثلا شرطتون برقرار نبود روی حالت اگزیست مثلا رکوردی در این جدول نبود دیگه ادامه کار رو انجام ندیم و متوقفش بکنیم یا به ایلس بفرسیدش در حالت ایلس بودن کار رو انجام بدیم دقت کنید دوستان به عنوان مبحث پایانی این بخش مطلب جالبی رو براتون عنوان کنم گاهی شما لازم دارید اطلاعات خود جدول رو توی خود جدول اینسرت بکنید یعنی مثلا شما یک رکوردی دارید میخواهید که همون رو توی خود همون جدول اینسرتش بکنید ببینید مثلا اینسرت اینتو ستیودنت نیم فامیلی و آیدینا خب حالا میخوای مثلا الان شما سه رکورد اینجا دارید میخواید که رکوردی که آیدی اون یک هست مجددا توی همین جدول دوباره اینسرت بشه خب حالا ببینیم چطوری این کارو رو بکنیم یک سلکت می نویسیم معادل همون فیلد ها رو می نویسم نیم فامیلی و آیدی نام فرام خود جدول استیودنت ویر آیدی برابر یک خب حالا دقت کنید هیچ رکوردی این نمیشه چرا که هیچ کس نیست که آیدیش یک باشه ولی آیدی 15 داریم حالا ببینید الان اعلام کرد که یک رکورد اضافه شد با هم ببینیم بله دقیقا این اتفاق افتاده همون شخصی که در رکورد بالایی بود در یه رکورد جدید اطلاعاتش اضافه شد نام و فامیل و آیدینامش هم اضافه شد بقیه رو نال گذاشته چرا؟ شما در اینجا بهش نگفتیم که بقیه رو اینسرت بکنه این هم یه روشی هست برای اینسرت کردن اطلاعات از خود جدول درون خودش یه مثال بزنم بعضی وقتها شما سند حسابداری ثبت کردید این سند حسابداری توی جدول اسنادتون هست حالا قراره این سند کنسل بشه در روند های حساب داری کنسلی حذف نداره یعنی اینطوری نیست که شما اون رکورد رو پاک بکنید باید یه سند معادل معکوس اون بزنی خب کافیه که مبلغ بدهکار کاربستان کار اون رو جابجا جا کنی و از خودش توی خودش اینسرت بکنید این مثل این میمونه که مالان توی این جدول کاری که انجام میدم اینطوری باشه فامیلی رو با نیم جاش رو عوض الا همون اتفاق میفته ببینید الان ببینید جای اسم و فامیل درسته که من از این رکورد خوندم ولی جای اسم و فامیل رو عوض کردم میبینید که این اتفاق هم افتاده یه همچین مواقعی این سرت از خود خودش فوق العاده میتونه مؤثر و مفید باشه خب این بخش هم به پایان رسید بخش های بعدی باز هم روی سلکت ها داریم کار میکنیم یعنی بیس کار همون سلکت هست ولی دستوراتی بهش اضافه میشه و قدرت کاری ما رو بالا میبره